یه فیلم مخرب آروم از جاناتان گلیزه. فیلم The Zone of Interest یا منطقه مورد علاقه یکی از بهترین فیلم‌های 2023. سلام دوستان، خوش اومدید به فیلمولوژی. من امینم. ما اینجا درباره فیلم و سریال صحبت می‌کنیم. پس اگه به این محتوا علاقه دارین، یادتون نره چنل رو سابسکرایب کنید، نوتیف رو هم بزنید تا با ما خیلی زود از اخبار سینمای ایران و جهان با خبر بشید. منطقه تحت نظر یه درام تاریخی به نویسندگی و کارگردانی جاناتان گلیزر، فیلمساز مورد توجه انگلیسی که با سه تا فیلم بلند قبلی جانور جذاب سال 2000، تولد سال 2004 و زیرپوست سال 2013 اونو میشناسن و یه شهرت جهانی با این فیلم ها پیدا کرده بود. منطقه تحت نظری اختباس آزاد از یه رمان به همین اسم از مارتین ایمیسه که تو سال 2014 منتشر شد. این فیلم محصول مشترک انگلیس، لهستان و ایالات متحده است. اولین نمایش این فیلم توی جشنواره کن 2023 بود و جایزه بزرگ و جایزه فیلم‌پیشه رو برنده شد. منتقدای مختلفی منطقه تحت نظر رو بهترین فیلم سال 2023 میدونن یا دست کم اونو به عنوان یکی از بهترین آثار سینمایی سال میدونن. خلاصه داستان فیلم منطقه تحت نظر یا تو ترجمه بهترش منطقه مورد علاقه رو میشه اینطور تعریف کرد. رودولف هاوس، رئیس اردوگاه آشویتز، با همسرش هدویگ و 5 تا فرزندش توی خونه باصفا و گرم کنار اردوگاه زندگی میکنن. هاوس بچه‌هاشو برای شنا و ماهیگیری از خونه بیرون میبره و هدویگ بیشتر وقت خودش رو صرف رسیدگی و نگهداری از باغ میکنه. خدمتکارا هم که کارهای خونه رو انجام میدن و از همه مهمتر متعلقات زندانیا هم به این خانواده تعلق میگیره. اما تو اون ور باغ صدای تیراندازی، فریاد، قطاره و کوره ها مدام به گوش خانواده میرسه. هاوس سر کوره آدمسوزی جدیدی رو تایید کرده که خیلی زود به بهره برداری میرسه. اون یه روز بقایای انسان ها رو توی آب میبینه، توی رودی که بچه‌هاش شنا می‌کردن و خیلی زود بچه‌هاش از اونجا خارج می‌کنه. هاوس یه نامه به کارکنان اردوگاه می‌نویسه و خیلی اونا رو سرزنش می‌کنه به خاطر این اتفاق. نویسنده و کارگردان این کار همونطور که گفتیم جاناتان گلیزره و این کار رو بر اساس یه رمان به همین اسم از مارتین ایمیس نوشته. مدیر فیلمبرداری کار ووکاش رال، تدوینگرش پل واتس و آهنگساز اون میکا لیوی ملقب به میکاچوئه. کست این کار کریستیان فریدل، زاندرا هولر، رالف هرفورس، یوهان کارتوس، لوی نوواویته و خیلی از هنرمندهای دیگه هم که تو این فیلم حضور داره. جاناتان گلیزر بعد از تموم کردن ساخت زیرپوست شیفته رمان منطقه تحت نظر شد که اون زمان هنوز منتشر نشده بود. اون حق اقتباس این رمان رو خرید که دو کاراکتر اصلیش پل و هانادال با یه نگاه آزاد به رودولف هاوس، رئیس اردوگاه آشویتز که طولانی ترین دوره خدمتشون رو تو تاریخ این اردوگاه دارن و همسرش هدویگ بر پایه اینا خلق شدن. با وجود این گلیزر تصمیم گرفت که برای فیلم خودش از اسم چهرهای اصلی تاریخ استفاده کنه و یه تحقیقات 2 ساله‌ای درباره خانواده هاوس رو توی کارش داشت. اون چند بار از آشویتز دیدن کرد و وقتی که از محل اقامت خانواده هاوس بازدید کرد به شدت متاثر شد. گلیزر همکاری نزدیکی رو با موزه آشویتز و مؤسسه‌های مرتبط دیگه‌ای تجربه کرد و اجازه پیدا کرد تا دسترسی ویژه‌ای به آرشیو اونا داشته باشه و اینطور شد که شهادت بازمانده‌ها و افرادی رو پیدا کرد که تو خانه هاوس کار می‌کردن. علاوه بر اینها گلیزر تو طول تحقیقاتش با تیموتی اسنایدر مشورت کرد که توی سال 2015 کتاب زمین سیاه هولوکاست به مثابه تاریخ و هشدار رو منتشر کرده. حقیقتاً این فیلم یه اصالت نیرو بخش داره و اصلا ناگزیره که یه همچین کارگردانی کاری پایین تر از همچین لولی بسازه. یه فیلمی که شرارت آدم ها رو میاره زیر نور و زیر میکروسکوپ بررسیش میکنه و این کار رو خیلی با جسارت و دقیق و اصالت انجامش میده. این فیلم با اینکه کمترین آسیب روحی از هولوکاست رو به تماشاگرش نشون میده، خیلی آروم تماشاگرهای خودش رو ویرون میکنه. بدون ترس همه چیز رو به تماشاگراش منتقل میکنه و اینه که این فیلم رو خاصش میکنه. شاید براتون جالب باشه که روز 19 ماه مه 2023 نویسنده این رمان که فیلم ازش اقتباس شده میمیره. دقیقا همون روزی که فیلم اولین نمایش جهانی خودش توی جشنواره کن تجربه کرده. و از فکت‌های دیگه‌ای که درباره این فیلم وجود داره، جاناتان گلیزر 5 تا دوربین یا میگن شاید تا 10 تا دوربین و حدود 30 تا میکروفون رو توی خونه و باغ به صورت مخفیانه
کار گذاشت تا صحنه‌های زیادی رو بدون اطلاع بازیگرها فیلمبرداری کنه. اون با این کارش باعث شد که صحنه‌هایی رو ثبت کنه که بازیگرها کاملا توی نقش خودشون غرق شدن و واقعی ترین لحظات رو توی تدوین کارش بیاد. دختر لهستانی که توی فیلم وجود داره با الهام از یه زن به اسم الکساندریا خلق شده که گلیزر توی جریان تحقیقاتشون رو ملاقات میکنه. اون به عنوان عضو 12 ساله حزب مقاومت لهستان با دوچرخه خودش به اردوگاه میرسه و برای زندانیهای گرسنه سیب میبره. درست همونطور که توی فیلم اومده اون قطعه موسیقی رو پیدا میکنه که یکی از زندانیا به نام توماس وولف نوشته که از جنگ جون سالم به در میبره. الکساندریا 90 ساله بود که با گلیزر ملاقات کرد و یه مدت بعدش هم فوت کرد. دوچرخه و لباسی که بازیگر این نقش تو فیلم استفاده میکنه هر دو لباسهای واقعی الکساندریا بود. توی شروع یه بخشی از فیلمنامه رو برای زاندرا هولر میفرستن که یه بحثی میان رودولف و هدویگ بود و خیلی ماهیت پروژه مشخص نبود که درباره هولوکاست. زاندرا هم تصمیم داشت که هرگز نقش نازی رو بازی نکنه و بعد از خوندن فیلمنامه کاملا متقاعد میشه و با گلیزر دیدار میکنه و چون اون به این باور رسیده بود که قرار نگرانیاش دقیقاً درست به تصویر کشیده بشه از نازیست، قبول میکنه که توی کار حضور داشته باشه. سگ واقعی هولر یه وایمرانر سیاهه که نقش دیلا سگ خانواده هوس رو توی فیلم بازی میکنه. خونه اصلی هوس بعد از جنگ به عنوان یه ملک خصوصی باقی میمونه. کیرسادی طراح تولید فیلم چند ماه زمان گذاشت تا یه خونه متروکه تو اون ور دیوار اردوگاه رو به نسخه دیگه از اقامتگاه خانواده هوس تبدیل کنه. گیاهای باغ هم تو آرویل 2021 کاشته شدن تا برای زمان فیلمبرداری شکوفه داده باشن. بخش اصلی فیلمبرداری آشویز تو تابستون 2021 شروع شد. تقریباً 55 روز طول کشید فیلمبرداری صحنه‌هایی که بعداً به فیلم اضافه شدن هم تو ژانویه 2022 تو شهر تاریخی هلنیاگورا تو سمت جنوب غربی لهستان ضبط شد. گلیزر و فیلمبردارش فوکاشال دنبال تصاویر امروزی بودن و به خاطر همین آشویز رو به یه شیوه هنری با در نظر گرفتن زیبایی شناسی تاریخی تصویرش نکردن. به همین دلیل وقتی داشتم فیلمبرداری می‌کردم فقط از نور طبیعی داستان استفاده کردم. و نکته آخر اینکه منطقه تحت نظر نماینده رسمی سینمای انگلیس تو بخش اسکار بهترین فیلم بلند بین‌المللی سال 2024. امیدوارم که این ویدیو بهتون کمک کرده باشه. امیدوارم که هر وقت نشستید پای دیدن این فیلم از این فیلم لذت ببرید. لایک و سابسکرایبتون نره، کامنتاتون رو حتما با من به اشتراک بذارید تا ویدیوهای بعدی. فعلا خدا نگهدار.